سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان و یک روز قبل از آغاز دور تازه مذاکرات ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت کاری که وزارت خارجه و مسئولان دولتی ما شروع کردند ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض قرار نمی کند. اما اکنون هم میگویم که فایده ای ندارد و به جایی نخواهد رسید. به افسوده است در سخنرانی اول سال هم گفتم که من به مذاکره خوشبین نیستم و به جایی نمی رسد ولی مخالفتی هم ندارم آقای خامنه ای در بخشی دیگر از سخنان امروز خود با انتقاد از کسانی که میخواهند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند گفته است چنین تلاشی بیفایده است امروز دوشنبه همزمان با بازدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزارت نفت فردی در مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام به خودسوزی کرد به گزارش افکار نیوز گفته می شود این فرد بازنشسته وزارت نفت بوده است و وزارت نفت تصمیم داشت که خانه های سازمانی بازنشستگان را پس بگیرد حتی بازنشستگان در این زمینه اعتراضاتی نیز کرده بودند ولی با این وجود باز هم اقدامی از سوی وزارت نفت صورت نمیگیرد گفته شده حسن روحانی که هنگام خودسوزی این فرد در وزارت نفت حضور داشته هیچ واکنشی به این موضوع نشان نمی دهد. در حالی است که توییتر روحانی تا یه مطلبی از انگیزه خودسوزی اظهار بی کرده و نوشته است هنوز انگیزه فردی که در جریان بازدید رئیس جمهور از وزارت نفت خودسوزی کرده معلوم نیست. اما فرد یاد شده در حال حاضر تحت مداواست و مسئولان وزارت نفت نیز پیگیر مسئله درمان وی و دلایل این اقدام او هستند علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در گفتگویی با خبرگزاری تصنیم گفته است 24 سال است که امام فوت کرده و ما باید در مسائل به رهبری مراجعه کنیم آقای سعیدی گفته است ما نمیتوانیم از مردم بحرین و عراق دست برداریم چرا که امروز مرز ما شلمچه و مهران نیست بلکه ساحل مدیترانه است و تا آمریکای لاتین هم میرود. به هشدار داده هیچ رئیس جمهوری حق ندارد به اصول حمله کند علی سعیدین نماینده خامنهای در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم و وابسته به سپاه گفته است همه باید توجه کنند که اصر رهبری با عصر خمینی متفاوت است و دوره خامنهای ای سختتر از آن زمان بوده است سعیدی افسوده بخشی از این تفاوتها در مرزها و مفاهیم است و مفهوم جنگ نرم در زمان خمینی نبود و فقط جنگ سخت مطرح بود زیرا جنگ نرم وجود خارجی نداشت و شبیخون و ناتوی فرهنگی مختص زمان خامنه است در زمان امام ماهواره و اینترنت نبوده و چگونه میخواهید از احکام امام مسائل مربوط به این موارد را درآورید و امروز برای اینکه بگوییم ماهواره جایز است یا خیر باید به رهبری مراجعه کنیم و اینکه وقتی مرز ما تغییر کرده به چه مجوزی مرگ بر آمریکا را برداریم آنقدر متغیرهای پیچیده امروز وجود دارد که باید به رهبر حی و حاضر مراجعه کرد اما آقایان واسطه را حذف می کنند نماینده خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت ما طرفدار فقه پویا هستیم و اینکه برخی آقایان می گویند ببینیم امام راجب مرگ بر آمریکا چه میگوید در حالی که امام 24 سال قبل فوت کردند در این صورت متغیرها را چه می کنیم در حالی که مرز ما گسترده شده است و آن روز شلمچه و مهران مرز ما بود و امروز ساحل مدیترانه مرز ماست وی افسود بحث امروز ما با آمریکا بحث هسته ای نیست آنها میگویند چرا از مردم بحرین و عراق حمایت می مگر ما می از آنها دست برداریم ما در مورد غزه و حزب الله هم با آمریکا حرف داریم و مرز ما تا آمریکای لاتین هم می علی سعیدی در پایان هم گفت برای مردم باید بگویم که این انقلاب اسلامی بر اساس اصول بوده و هیچ رئیس جمهوری حق ندارد به اصول حمله کند. در جمهوری اسلامی به چه جرأتی کاندیدها به ساختار نظام ولایت حمله می کند و آنها هنوز این نظام را نمی شناسند و نمی دانند حق تصرف را ندارند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره روز دوشنبه خود با انتشار یادداشتی با تیتر آدرس غلط به دشمن ندهید ضمن حمله بی سابقه به حسن روحانی و دولت یازدهم نگاه و اقدامات رئیس جمهوری اسلامی و همکارانش را شبیهترین نگاه به ماکیاولی توصیف کرد روزنامه جوان همچنین به حسن روحانی و مقامات دولت او هشدار داد که دولت مردان با هوشیاری تمام مراقب موزگیری ها و اقدامات خود باشند و همزمان تاکید کرده است که دوری جستن از نگاهی که تشابه زیادی به نگاه ماکیاولستی دارد یک امر موکد برای دولت است و از بار آن صداقتی که بارها به مردم وعده داده شده میکاهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ای ایران دور جدید مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در شهر وین را سخت و فشرده خواند اما اضافه کرد که به باور وی چنانچه طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد ظرف شش ماه امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد هدف از این دور مذاکرات ریافتن راحل نهایی برای برون رفت از مذاکرات هسته‌ای توافق اولیه که تاکنون صورت گرفته است در آستانه ادامه مذاکرات اتمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین نخست وزیر اسرائیل این مذاکرات را به شدت مورد انتقاد قرار داد به گزارش خبرگزاری آلمان بنیامین نتنیاهو گفت صادقانه بگویم این فقط ایران بوده است که تاکنون از گفتگوها منفعت برده بدون اینکه خود چیز مهمی را بدهد به گفته نتنیاهو تحریم ها علیه ایران کاهش یافتند و اقتصاد ایران توانسته از آن سود ببرد نخست وزیر اسرائیل افسود که با این حال ایران همچنان سیاست تهاجمی خود را ادامه می دهد. از نظر نتنیاهو در ایران هنوز انسانهای بیگناه اعدام می شوند و در خارج از مرزها ایران از اقدامات مرگبار رژیم سوریه حمایت می کند. در همین حال محمد جواد ظریف در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران دور جدید مذاکرات ایران و پنج به یک در شهر وین را سخت و فشرده خواند. وی گفت با وجود سختی این دور از مذاکرات اما اگر طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد در شش ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد وزیر امور خارجه ایران افسود صحبت هایی که از روز سهشنبه در وین آغاز شد شروع مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداقل یک سال به برنامه نهایی منتهی شود که در مرحله نخست شش ماه خواهد بود به گفته وی دستور کار مذاکرات و روش پیگیری موضوع از مسائلی است که قرار است در جلسه نخست مذاکرات راجع به آن صحبت شود محمد جواد ظریف همچنین اضافه کرد که ایران چارچوب هایی را برای انجام مذاکرات سازنده ضروری میداند و یکی از مسائلی که در این چارچوب جای می گیرد جلوگیری از انجام اقداماتی است که باعث بیشتر شدن شکاف بیاعتمادی میان مردم ایران و غرب شود وزیر امور خارجه ایران گفت موضوعات دیگری که در این مورد از مذاکرات باید بررسی شود اقدامات نامناسب و صحبتهای بیمنی است که تا کنون صورت گرفته است دور نهایی مذاکرات ایران با آمریکا فرانسه بریتانیا چین روسیه و آلمان از فردا به طور رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز خواهد شد در این راستا ماری هارف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد با مذاکرات جامع را در وین آغاز می‌کنیم. و دو نفر به هیئت آمریکایی اضافه خواهند شد. بر اساس این خبر، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد. در همین رابطه، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران هم گفت که مذاکرات ساعت 11 صبح روز سهشنبه به وقت محلی در وین آغاز خواهد شد. ریاست تیم مذاکره کننده ایران را محمد جواد ظریف بر عهده دارد. و تغییری در نفرات این تیم به وجود نیامده است. به گفته ای آقای اراقچی تنها یکی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران به تیم مذاکره کننده اضافه شده است. طبق برنامه قرار است محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده و شام کاری مشترک صرف کنند. در اظهار نظری مرتبط علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم با اشاره به این مذاکرات گفت مسئله هسته ای ایران از طریق حسن نیت متقابل و پایبندی به تعهدات قابل حل است. همچنین علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ادعا کرده که آمریکا حق غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته است. وی گفته که امروز آمریکا پذیرفته است که ایران غنیسازی داشته باشد و تفسیر ساده این عبارت به معنای تسلیم آمریکا در برابر اراده جمهوری اسلامی ایران است. ادعای این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صورتی مطرح شده که در توافقنامه ژنو اشاره که سریع به حق غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی نشده است. این توافقنامه از زمانی که امضا شده به اختلافها در جمهوری اسلامی به خصوص در میان محافظ کاران دامن زده است. گروهی از محافظه کاران و مقام های جمهوری اسلامی از این توافق نامه دفاع کرده و آن را یک پیروزی برای ایران می دانند و گروه دیگر نیز امضای این توافق نامه را خیانتی بزرگ می دانند. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم چهار نفر و زخمی شدن چهارده نفر شد. به گزارش رایترز پلیس مصر گفته است در میان کشته شدگان توریست های خارجی نیز وجود دارند. برخی منابع محلی نیز گفتند دو نفر از کشته شدگان اتباع کره جنوبی بودند نیروهای امنیتی محل انفجار در منطقه تابا را محاصره کردند و پلیس اسرائیل نیز برای انتقال مجروحان این حادثه گفته شده 14 نفر هستند اعلام آمادگی کرده است هنوز گزارشی از عامل این انفجار و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و رهبران اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی برای طرفهای خارجی به 23 فوریه موکول شده است. پیشتر با آغاز جلسه محاکمه رئیس جمهور برکنار شده مصر و تعدادی از رهبران اخوان حضور متهمان در قفسهای شیشه ای مشکل ساز شد و حالتی از هرج و مرج بر جلسه دادگاه حکم فرما شده بود که اعتراض اعضای هیئت دفاع از مرسی را به همراه داشت و به کنارگیری هیات دفاع از ادامه محاکمه و درخواست برای برداشتن قفس شیشه ای منجر شده بود رهبران اخوان المسلمین به اتهام جاسوسی برای طرفهای خارجی از جمله حماس در جریان فرار از زندان وادی النترون در انقلاب 25 ژانویه محاکمه می شوند. در پی اعلام شکست دور دوم مذاکرات صلح سوریه در ژنو، ایالات متحده ای آمریکا، انگلیس و فرانسه دولت بشار اسد را عامل شکست این دور از مذاکرات معرفی کردند. وزیر خارجه ای آمریکا با صدور بیانیه‌ای در این خصوص از رویکرد دولت سوریه شدیداً انتقاد کرد و گفت دمشق بر سر یافتن راه حلی سیاسی در مذاکرات ژنو منترشی کرد. به دنبال شکست کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو غرب دمشق را متهم کرد که در راه رسیدن به توافق در این کنفرانس مانع تراشی کرده است. ویلیام هیک وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ای پس از اعلام شکست مذاکرات گفت ناکامی در تدوین دستور کار برای دوره های آتی مذاکرات یک عقب نشینی و پسرفت جدی برای صلح در سوریه است و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور مقصر این ناکامی محسوب می شود. هیک اعلام کرد که این پایان راه نیست و افسود در حالی که جنگ داخلی سوریه هر روز باعث ویرانی ها و کشدارهای فراوانی می شود، ما متعهد شدیم که به مردم این کشور تا آنجا که می توانیم کمک کنیم و پیشرفتی را برای دستیابی به راه حل سیاسی به وجود آوریم. ما به حمایت جدی خود از ابراهیمی و روند صلح ژنو ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه گفت همکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که قطنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع وخیم انسانی در سوریه صادر شود. مردم در مناطق تحت محاصره و بسیاری دیگر از بخش های سوریه نمی توانند بیش از این منتظر دستیابی به کمک های بشر دوستانه بمانند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز حکومت سوریه را عامل جلوگیری از پیشرفت مذاکرات دانست. فابیوس با قدردانی از مخالفان مواضع آنها را مسئولانه خواند و تاکید کرد که در طول مذاکرات مخالفان مواضع شجاعانه و قابل قبولی اتخاذ کردند. وزیر خارجه فرانسه همچنین از کسانی که می توانند بر دولت سوریه تاثیر بگذارند خواست تا به گفته وی دمشق را مجاب کنند به خواست جامعه جهانی پاسخ مثبت دهد آمریکا نیز پیش از انگلیس و فرانسه نسبت به تحولات و نتایج دور دوم نشست ژنو دو موضع گیری کرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه گفت که دمشق در راه رسیدن به توافق مانع تراشی کرد و سرانجام فرصت مذاکرات ژنو منجر به کاهش رنج و مهنت مردم سوریه نشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با حمایت از طرح تشکیل دولت انتقالی در سوریه گفت که این طرح معقول و مناسب بوده و میتوان بر این اساس گفتگوها را ادامه داد. وی با انتقاد شدید از هیئت اعزامی دولت دمشق به مذاکرات ژنو دو گفت که دولت سوریه با هر گونه توافقی بر سر طرح منطقی مخالفان خودداری کرد و به کشتار و گرسنگی دادن بیرحمانی شهروندان سوری ادامه می دهد. کری با حمایت مجدد از بیانیه ژنو یک گفت که جامعه بین الملل نیز از اجرای کامل مفاد این بیانیه که شامل تشکیل دولتی انتقالی است حمایت می کند. در همین حال نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم اعلام کرد گزینه بعدی پس از شکست مذاکرات ژنو دو رفتن به سازمان ملل یا شورای امنیت است. از سوی دیگر نیز نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با بیان اینکه دمشق هیچ پیش شرطی برای آغاز دور سوم مذاکرات صلح ژنو ندارد آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای ناکام گذاشتن روند سیاسی سوریه متهم کرد بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد دمشق هیچ شرطی را برای شرکت در دور سوم مذاکرات ندارد و ما به هیچ یک از بندهای جدول کاری که ارائه شده اعتراضی نداریم اما نمیخواهیم که یکی از این بندها بر دیگری مقدم دانسته شود و خواهان بررسی تک تک بندها هستیم ما با جدول کاری که اخزر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه ارائه داده توافق کردیم جعفری ادامه داد هیئت دولت سوریه از همان آغاز جلسه روز شنبه با پیشنویس کاری که ابراهیمی پیشنهاد داد موافقت کرده و به نظر می رسد که موافقت ما باعث خش و نارضایتی طرف دیگر شد که تلاش می کند تفسیرهای خاص خود را درباره جدول کاری ابراهیمی ارائه دهد. دومین دور از مذاکرات صلح سوریه پیش از این قرار بود که روز جمعه به پایان برسد. اما اخسر ابراهیمی از طرف این خواسته بود که روز شنبه بار دیگر به میز مذاکره بازگردند و آخرین نشست مشترک را در این دور از مذاکرات برگزار کنند. سرانجام این مذاکرات در روز شنبه 26 بهمن ماه برگزار شد اما دقایقی پس از شروع به طور غیرمنتظره پایان یافت و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بنبست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه خواهی کرد. او گفت از مردم سوریه بسیار عذر میخواهم چرا که آنها امیدهای زیادی به این مذاکرات داشتند آقای ابراهیمی مذاکرات روز شنبه را رو از دشوارترین مذاکرات دانست و گفت ولی حداقل همه در خصوص دستور کار مذاکرات در مذاکرات آینده توافق داریم از سه سال پیش که نارامی ها در سوریه آغاز شد تا کنون بیش از 100 هزار نفر کشته شدند شرکت هواپیمایی اتریش اعلام کرده است که پروازهای مستقیم به ایران را اثر سر می گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه شرکت هواپیمایی اتریش در سایت رسمی خود اعلام کرد از 11 همه مارس پروازهای وین تهران دوباره برقرار خواهد شد. این شرکت علت از فعالیت خود با ایران را ثبات مالی ایران عنوان کرده است. آواخر دیماه سال گذشته خورشیدی آستریان ایرلاینز، اتریش یکی از شرکتهای زیرمجموعه لفتانزای آلمان اعلام کرد که پروازهای این شرکت هواپیمایی به ایران متوقف شده است این شرکت علت این امر را افت ارزش ریال ایران به خاطر تحریمها و ناتوانی مسافران ایرانی برای خرید بلیط عنوان کرده بود که منجر به خالی ماندن های هواپیما شده است یک مقام ایرانی اعلام کرده است که طی دو هفته آینده هیئتی از روسیه برای مذاکره در مورد ساخت نیروگاه اتمی جدیدی به تهران سفر می کنند. به روز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی هسته ایران در این خصوص گفت در حال حاضر برای ساخت نیروگاه تازهی در بوشه با روزها در حال مذاکره هستیم. آقای کمالوند گفته است تا چند ماه دیگر ایران میتواند قرارداد ساخت نیروگاه دوم را امضا کند و بلافاصله کار ساختمانی آن آغاز می شود. با این وجود هنوز مشخص نیست که نیروگاه دوم به نیروگاه فعلی بوشهر متصل خواهد شد یا به صورت مجزا ساخته می شود. شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه نیروگاه بوشهر را پس از سالها تاخیر چندی پیش به پایان رساند. محمد رضوان نعمت وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران به منفی 36 درصد رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نعمت زاده با اشاره به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفته است دروغ گفتند که تحریم ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مؤمن دروغ نمیگوید و کوچکترین تحریم آثار سو بر اقتصاد ایران دارد به گفته یا وزیر صنعت معدن و تجارت دولت حسن روحانی ظرف ماهای گذشته بیش از 20 مصوبه دولت قبلی را لغو یا اصلاح کرده است آقای نمتزاده همچنین خبر داده که دولت 96 کارگروه به گفته او عجیب و غریب را نیز منحل کرده است. بزرگترین بیمگر نفتکش های جهان به مشتریان خود هشدار داد محموله های نفتی ایران را بیمه نکنند چرا که ماهیت کوتاه مدت کاهش تحریم ها پرداخت قرامت به محموله های نفتی ایران در صورت خسارت را غیر ممکن می سازد. به گزارش وال جورنال درو مدیر ارشد اجرایی گروه حمایت و جبران خسارات گروه پی ان آی بزرگترین شرکت بیمه ای نفتی جهان گفته است ما نمی توانیم پوشش های بیمه ای را ضمانت کنیم واشنگتن همچنان به اعمال تحریم های بانکی و مالی علیه ایران ادامه می دهد و به شرکت های غربی یادآوری می کند که کاهش تحریم ها موقتی است در هفته اخیر صاحبان کشتی ها و شرکت های بیمه جنبه های قانونی و عملی این کاهش تحریم ها را مورد بررسی قرار دادند. اما کمیسیون تلفیق مجلس ایران تصویب کرد دولت حسن روحانی از ابتدای سال 93 مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در مورد زمان اجرای مرحله دوم طرح هدف بندی ها در حالی صورت میگیرد که روز 15 بهمن اعلام شد که مجلس دولت را مکلف کرده است قانون هدف بندی ها را پایان خرداد ماه 93 اجرایی کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد که دولت به جای پایان خرداد ماه از ابتدای سال 93 مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند این تصمیم قرار است درآمدهای دولت را از محل هدفمندسازی یارانه ها 3900 میلیارد تومان کاهش دهد اما از شیب تند افزایش قیمت ها جلوگیری می کند بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی کسب درآمد کرده و مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. در همین ارتباط قلام کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت که بر اساس مصوبه جدید سرجمع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها از 63200 میلیارد تومان به 59300 میلیارد تومان کاهش داده شد. وی با ذکر اینکه بر این اساس سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها با کاهشی 3900 میلیارد تومانی روبرو می شود گفت که این تصمیم در راستای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت ها صورت گرفت اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور نیز گفت که از کل منابع برای اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده 11300 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد و مابقی هم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود. وی همچنین در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93 گفت که احتمال افزایش مبلغ یارانی نقدی دهک های پایین درآمدی جامعه وجود دارد. بر تر طرح هدفمند کردن یارانه ها دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی به ویژه انرژی ماهانه مبلغی به خانواده ها می پردازد. اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیب های همراه بوده است پیش از این از مقامات دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از کمبود شدید منابع در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی امکان پذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را در برنامه ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده است. مخالفان دولت اوکراین ساختمان شهرداری شهر کیف را که بیش از دو ماه اشغال کرده بودند تخلیه کردند. خبرگزاریهای های بین المللی گزارش دادند که معترضان پس از تخلیه این ساختمان دست به تظاهرات زدند. تخلیه ساختمان های اداری یکی از بندهای اجرای قانون عفو عمومی در اوکراین است که بر اساس آن تمام معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض های اخیر مورد عفو عمومی قرار می گیرند. با وجود تخلیه ساختمان شهرداری مخالفان گفتند همچنان به اعتراضهایشان برای کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات تازه ادامه خواهند داد. در ادامه نوآرامی ها در کاراکاس پایتخت ونزوئلا پولدو لوپز یک رهبر جناح مخالف این کشور که در ارتباط با تظاهرات خیابانی مرگبار تحت پیگرد پلیس قرار دارد خواستار تداوم تظاهرات هوادارانش شده است در همین حال تظاهرکنندگان کنندگان وعده دادند تا زمان استعفای نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا در خیابانها بمانند هرچند که هیچ نشانه ای از استعفا دیده نمی شود. رئیس جمهوری ونزوئلا این تظاهرات را به غرب نسبت داد و دانشجویان را فاشیست خواند در همین حال مرزیه افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز رسما اعلام کرد که از دولت ونزوئلا در مقابل دانشجویان معترض حمایت میکند. مخالفان جناه مخالف تایلند از پایان دادن به تظاهرات خود در پایتخت این کشور به رغم درخواست پلیس سر باز زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت یین شیناواترا نخست وزیر تایلند در تلاش است تا از ادامه تظاهرات در این کشور جلوگیری کند در ماه های گذشته تظاهر کنندگان برخی از ساختمان های کلیدی دولت را تسخیر کردند در همین حال آکانات پرومسان یکی از سخنگویان یک جنبش ضد دولتی تایلند با اشاره به اینکه تظاهرات همچنان ادامه خواهد یافت اعلام کرده است ما به مبارزه ادامه خواهیم داد و عملیات پلیس به عمل کرده ما آسیبی وارد نخواهد کرد. در ادامه اعتراض به علت پخش سریال سرزمین کوهن شاهزاده رضا پهلوی طی اطلاعیه این, س... این عمل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در این اطلاعی آمده است در جریان انقلاب مشروطه هزاران سوار از نیروهای بختیاری هماهنگ با نیروهای مشروطه خواه در غزوین در مقابل نیروهای بیگانه روسیه و انگلیس دلاورانه برای احیای مشروطیت مبارزه کردند این اطلاعی افزوده است بختیاری ها همواره با دلاوری و عشق به ایران سهم بزرگی در خوشبختی سرنوشت کشورمان داشتند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بداند که بختیاری با دلاوری و ایران دوستی بختیاری شد. محمد نوریزاد فیلمساز و منتقد حکومت که بیش از یک ماه است به نشانه اعتراض جلوی درب شمالی وزارت اطلاعات در اتوبان همت تمام طول روز قدم میزند میگوید روزانه 50 کیلومتر مقابل وزارت اطلاعات در برف و بوران قدم میزند و تا به تک تک خواستهایش نرسد این قدم زدنهای اعتراضی را متوقف نخواهد کرد او به هنگام قدم زدن پارچه کفن مانند بتن می کند که روی آن نوشته شده چهار سال و نیم است اموال مرا برده اند من و خانواده ام را ممنوع خروج کردند وقت ملاقات نمیدهند اینجا وزارت اطلاعات ایران است آقای نوریزاد میگوید این سه خواسته خواسته نمادین و سمبولیک هستند و ادامه می دهد می خواهم به اطلاعاتی ها نشان بدهم که شما بی موقع و ناخواسته وارد حوزه عمومی مردم شده اید و آنها را ترسانده اید من ای که از این مردم هستم که اینجا ایستاده و می خواهم بگویم که ما نمی ترسیم و نترسیدن حق ماست چرا تا اسم وزارت اطلاعات می همه باید بترسیم نوجوان مردانه ما را ترسانده اید می خواهم داد بزنم که ما نمی ترسیم محمد قرازی نامزد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه جریان سال 78 و 88 سیاسی نبود گفته است مردم سال 88 از شر گرانی ها به خیابان ها ریختند و احمدی نژاد چهار سال با ذلت و بدون پشتوانه اجتماعی حکومت کرد به گزارش سایت آینده آنلاین آقای قرازی از محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی به عنوان دو بازنده انتخابات سال 88 نام برده و گفته محاکمه همزمان احمدی نژاد موسوی و کروبی کر تطبیق نمی کند. آقای قرازی گفته اکنون اختلافات بیشتر بر سر آزادی موسوی و کروبی کر است که آیا اگر آنها آزاد شوند مجددا مردم را به خیابانها خواهند کشاند؟ اما یک مقام وزارت ارشاد اعلام کرده است که اداره ممایزی این وزارتخانه سه کمیته با هدف بررسی اولیه استحکام در روند بررسی و تجدید نظر تشکیل داده که هدف آن بهبود فرایند بررسی کتاب است. ممایزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای گذشته باعث شده تا بسیاری از ورژگان و اسامی کتاب ها حذف شده یا تغییر کند. علی شجایی مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل سه کمیته برای آنچه بهبود فرایند بررسی کتاب در این دفتر نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت در هر کدام از این کمیته ها که یکی برای بررسی کتاب، یکی برای استحکام روند بررسی و یکی برای تجدید نظر تشکیل شده است، حداقل سه نفر از کارشناسان حوزه کتاب عضویت دارند. این مقام وزارت ارشاد افسود اعضای این کمیته سگانه در حال حاضر مشخص شدند و طی چند روز آینده اولین جلسه هماهنگی با کمیته های یاد شده در دفتر توسعه کتاب و کتابخانی تشکیل خواهد شد. به گفته ی مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی تصمیم به تشکیل کمیته های یاد شده پس از معرفی اعضای هیات نظارت بر کتاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده است. شجاعی پیشتر نیز درباره ساز و کار فعالیت این کمیته های سگانه در دفتر کتاب به مهر گفته بود کتاب های غیر مجاز و کتاب هایی که موارد اصلاحی زیادی دارند به این کمیته های سگانه ارجا خواهند شد تا یک بار دیگر در یک گروه کارشناسی دیگر بررسی شوند به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد هرچند با این کار ممکن است تأخیری در روند بررسی کتاب ایجاد شود اما تاکید بیشتر برای تطبیق کارشناسی ها با قانون بهتر از سرعت در انجام امور مربوطه و ابلاغ مواردی غیر منطبق با قانون به ناشر است. بر اساس اعلام مدیر دفتر کتاب فرایند فعالیت این کمیته ها نیز اینگونه خواهد بود که پس از بررسی ابتدای کتاب در کمیته نخست کار کمیته دوم آغاز می شود که در واقع همان بررسی کتاب های غیر مجاز و آثاری است که دارای موارد مشکوک زیادی است و چنانچه این کمیته نیز کتاب را با همان شرایط تشخیص داد آن وقت نتیجه به ناشر ابلاغ می شود. در مرحله بعد و در صورت اعتراض ناشر به رأی کمیته دوم، کمیته سوم یا همان تجدید نظر رأی نهایی خود را در خصوص کتاب بررسی شده در دو کمیته قبلی اعلام خواهد کرد که این حکم مبنای اقدام پایانی یا همان صدور مجوز و یا اعلام غیرقابل چاپ بودن آن در دفتر کتاب خواهد بود. ممیزی یا سانسور کتاب همواره با انتقاد ناشران و نویسندگان در ایران روبرو بوده است این سانسور از ابتدای جمهوری اسلامی در کتاب ها اعمال میشد اما در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج رسید علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش و پس از انتخاب شدن به سمت وزارت وعده داده بود که ممیزی کتاب پیش از انتشار را حذف خواهد کرد اما آقای جنتی پس از مدتی گفت که ممیزی کتاب یک سیاست حاکمیتی است که امکان لغوان وجود ندارد. دو روز پیش کنکور کارشناسی ارشد لو رفت. منبع این خبر علا رقم تکذیب ساسمان سنجش دانشجویان یکی از دانشگاه دولتی کشور هستند. به گفته این دانشجویان این سایت مشکوک سوالات را بعد از دریافت وش به صورت فایل پی دی اف برای آنها ارسال می کند و دانشجویان صبح روز بعد از آزمون متوجه می شوند سوالات ارسال شده همان سوالات کنکور است در این خصوص ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در نخستین ساعت انتشار این خبر گفت ما با این اقدامات بیگانه نیستیم در حال حاضر سایتی که این سوالات را فروخته است فیلتر و مسدود شده است پیشتر سعید مرتضوی متهم به فروش سوالات کنکور شده بود که پس از آن زاکانی نماینده تهران مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم موجب کور کردن سرنخهای مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور شده است. علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفته است در ده ماهه امسال 52 نفر در مازندران به علت استفاده از قرص برنج جان خود را از دست دادند به گفته وی بیشترین آمار فوت ناشی از مصرف قرص برنج در شهرستان های ساری با 14 نفر آمل و بابل هر کدام با 9 نفر ثبت شده است. قرص برنج یا فسفید آلمینیوم از سمیترین آفات شیمیایی است که به رقم ممنوعیت واردات و خرید و فروش از سوی کشاورزان برای مقابله با آفات برنج استفاده می شود. الله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با هشدار در, در باری پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر در کشور و گسترش آن میان دانش آموزان گفت کتمان واقعیت ها درباره وجود دانش آموزان معتاد تنها به افزایش تعداد آنها منجر خواهد شد آقای سلطانی صبور در تشریح علل گرایش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر گفته است خانواده و چگونگی تربیت افراد در تمایل یا گرایش نداشتن به مصرف مواد مخدر تاثیر بسزایی دارد. منصور کوشان داستان نویس، نمایش نام روزنامه و عضو کانون نویسندگان ایران در پی یک دوره طولانی بیماری سرطان در سن 65 سالگی در نروژ درگذشت. آقای کوشان در سالهای میانی دهه 70 در تهران سردبیری نشریه ادبی تکاپو را بر عهده داشت و پس از خروج از ایران از بهار سال 88 در نروژ فصلنامه ادبی فرهنگی جنگ زمان را منتشر می کرد. از منصور کوشان چندین رمان مجموعه داستان و چند دفتر شعر منتشر شده است با این خبر به پایان مجموعه خبری می رسه. ممنون که با ما همراه هستید. شب و رز خوبی را برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.